سلام علیکم به تیم جنگی جیکسیریتیان علی عبدلی هستم. خوش اومدید به ویدیو دیگه. اول از همه امیدوارم که حالتون خوب باشه و حالمون سلامت باشید. دوم از همه این که بعد یه مدت خیلی طولانی توی یوتیوب فعالیت درست حسابی نکردم، دیدم که بقیه هم دارن فعالیت میکنن، بقیه نفرات اول یوتیوب ایرانی و فارسی زبان دارن تولید محتوا میکنن و پست میذارن، منم تصمیم گرفتم که بیام یه پستی بذارم. انشالله که همه چی به روال سابقش برگرده و هممون در آرامش زندگی کنیم. حالا فضای یوتیوب و اینجور داستان اینجور نیستش که بشین یا حرف بزن، شاید برای بقیه باشه، ولی نه، من اومدم بگم که توی مدت که اینترنت نبود، که همه حوصله‌شون سر میرفت، چیکار میکردم؟ خیلی فیلم میدیدم، فیلم‌های خیلی زیادی میدیدم، همینجوری فقط فیلم میدیدم و چون اینترنت قطع بود فقط دسترسی به فیلم ها داشتم، فیلم‌های ایرانی زیاد میدیدم، خیلی فیلم دیدم و الان اومدم که چند تاشون رو به شما معرفی کنم، یعنی 10 تا 11 تایی برتر از نظر خودم، یعنی این ویدیو یوتیوب من میشه 10 تا از فیلم های جدید ایرانی که من تازه دیدم و از نظر خودم باحال بوده، یعنی نظر خودم دارم میگم، شاید این فیلم ها از نظر جایزه ای، از نظر محبوبیت مردم، از نظر فروش بالا نبوده باشه و اینا، ولی خب فیلم هایی که من توی این مدت دیدم و حال کردم، خوشم اومده ازشون و شاید جدید که میگم جدید نباشن، خیلی هم قدیمی نمیدونم، ولی کلا یه جور کاریه که کردم و الان میخوام بیام با شما به اشتراک بذارم. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار بود. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، کامنتی بدید و اگه فیلمی هم شما توی این مدت دیدید یا کاری کردید این زیر بر ما بنویسید ببینیم که چی بوده، بریم اون فیلم ها رو ببینیم بدون معطلی. برو بریم سراغ معرفی فیلم ها. آره، سر بگم که این 10 تا فیلم مثلا رتبه بندی خاصی نداره، 10 تا 11 تا فیلم بوده که تو این دوره دیدم، بعد رتبه بندی خیلی خاصی نه از نظر فروش، نه از نظر بازیگر، نه از نظر خودم حتی داره، همینجوری 10 تا رو کلا چیدیم کنار هم، می‌خوایم بگیم خوش باشیم دیگه. به خدا اینقدر این روزها وضعیت فضای مجازی عجب غریبه که آدم هر و نقطه ای رو این ور اونور بذاره یه گونی فوش و اینا می‌خوره، به خاطر همین اینقدر دارم میگم نظر خودم به نمیدونم رتبه بندیش اینجوریه اونجوریه، بعد 1001 شور توضیح بدی بازم میدونم فوش می‌خوریم، ولی خب ما میدیم دیگه، چیکار کنیم. فیلم دینامیت یک فیلم طنز میباشد که در سال 1400 اکران شده با بازی پژمان جمشیدی، احمد مهرانفر، نازنین بیاتی و زیبا کرملی که دومین فیلم پرفروش تاریخ گیشه ایران شده با 58 میلیارد فروش. داستان این فیلم اینجوریه که دوتا نوجوانی که به اصطلاح طلبه هستن، ما تحویل نگرفت، ما ساقی امر به معروف هست، گویا شما با همسال ما زاویه دارید، میرن یک جایی یک منزلی رو اجاره میکنن که همسایه بالاییشون با این همسایه پایینی کلن تداخل اخلاقی و رفتاری با هم ندارن، بالا دوتا دختر مجرد، پایین دوتا پسر مجرد، اونا عشق و حال و پارتی کن و اینجور داستان ها، پایینی ها طلبه و مؤمن و مذهبی، پایین دعای ندبه و اینجور داستان ها، بالا پارتی و بزن و به کوب و اینا. محسن کیایی هم تو این فیلم بازی کرده نگفته نمونه. فیلم به شدت سرگرم کننده، خانوادگی و طنزی، میتونید برید بشینید نگاه کنید، من دیدم لذت بردم. فیلم مرد بازنده، فیلمیه که کلن کادر اصلی این فیلم، یعنی کارگردان و بازیگرای اصلی و اینجور داستان ها، همون کادر سریال زخم کاری بوده. نقش اصلی این فیلم جواد عزتی بازی میکنه، انا آزادی و آنایت درگاهی و مهدی زمین پرداز هم درون این فیلم بازی میکنن. فیلم کاملا کاراگاهی جنایی و پلیسیه که داستان یه مرد کاراگاهه که با یه پرونده جدید که یک پرونده قتل روبرو میشه و حالا میره دنبال کنکاشو به کلی داستان و اینا میخوره. چی تو این پرونده بود که یه ترمز چه کشیدی؟ کی پشت این ماجراست؟ نوکار به شهاب از تو خوب شد، هرچی دارم از شهابه. خیلی خوب و
خانوادگی یه میتونید بشید نگاه کنید. یه کوچولو نقد بهش هستش که خیلی کش دادن، یعنی خیلی مثلا علکی طولانیش کردن مثلا اون مثال و اینا، ولی آره یکم طولانیه، ولی این فیلم خیلی خوبیه، مثلا سرگرم میکنه آدم پای فیلم میشینه قشنگ نگاه میکنه دنبال میکنه و اون بر وقت مثلا برای این شخصیت اصلی فیلم نشون میده مشکلای کاریشو و مشکلای خانوادگیشو، حالا هر کدومشون هم کلی مشکل دیگه دارن. بعد یه جور فیلم خیلی جنایی و مرموز طوری، حتما پیشنهاد میکنم ببینید. این فیلم در آمارهای رسمی تقریبا 6 میلیارد تومان فروخته. کارگردان این فیلم هم محمد حسین مهدویان استاد. واقعا مهدویان، آقای مهدویان توی این 10 تا فیلمی که من اینجا نوشتم برای شما چند تا فیلم داره، کلا خیلی خودم حال میکنم با کارهای آقای مهدویان. شاید این 10 تا فیلم به شدت تعصبی باشه به خاطر اینکه کلا فیلمای آقای مهدویان رو ما خیلی دوست دارم. فیلم عنکبوت یه کوچولو فیلم ناراحت کننده ایه و داستان فیلم هم کاملا بر اساس واقعیت فیلم، بر اساس زندگی یه فردیه به نام سعید حنایی که در مشهد زندگی میکرده و اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به عنوان یک قاتل زنجیره‌ای ایرانی، قاتل زنجیره‌ای ایرانی درست بگم اگر، شناخته میشده. پروندهش پرونده کاملا واقعیه، واقعا یک همچین آدمی وجود داشته، واقعا دست به همچین قتلایی میزده و یه فیلمی اومدن ساختن بر اساس همین که نقش اصلیش رو محسن تنابنده بازی میکنه. نقشای دیگرش رو اگر بخوام اشاره کنم، ماهور الوند و ساره بیات هم توی این فیلم بازی میکنن. آخرای کرونا و تو بسته بودن سینما و نمیدونم اکران آنلاین و اینجور داستانا پخش شده. 1,700,000 تومان به طور رسمی فروخته. چند نفر رو کشتی؟ 16 نفر. الان هیچ احساس گناهی نداری؟ هیچ. اصلا هیچ برای اهمیت نداشت. و اگر روحیه نامناسبی دارید، اگر زن باردار هستید، اگر یه کوچولو ناراحتی و فلان اینا، توصیه میکنم که تو این شرایطی که گفتم، یعنی زن باردار و فلان زیر 13 سال، حتی بعضی اوقات زیر 18 سال هستید، نبینید فیلمو، چون داستانش واقعیه و یه کوچولو هم ناراحت کننده است. زن بره بغل مرد غریب و اتمشیه چی خدایی چی نمیشه؟ اون موقعی که برادر معتاد من منو میفروخ خدا کجا بود؟ فیلم مجبوریم ساخته رضا درمیشیان در سال 1398 که با بازی پارسا پیروزفر عزیز، فاطمه معتمدآریا و نگار جواهریان، که داستان فیلم داستان یک فاجعه اجتماعی خیلی بزرگیه که واقعا خیلی جای تأمل، جای بررسی، جای گفتگو اینا داره. نام این سه زن را به خاطر بسپار: دکتر محشید پندا، جراح زنان، سارا ندایی، وکیل پای یک دادگستری و گلبهار رضوانی. اصلا نمیدونه چه بلایی سرش اومده، هیچی نمیدونه از حق و حقوقش. سه زن، سه روایت، سه قصه. داستان یک خانم به اصطلاح کارتون خواب هستش که نه شناسنامه داره، نه حالا کارت ملی داره و اینا، و یه سری مشکلات براش پیش میاد و نگار جواهریان وکیل میخواد بیفته دنبال کاراش و اینا. پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینید و این فیلم دیدنش واسه زیر 18 سال مناسب نیست و من با خانواده میشینم این فیلم رو نگاه کنم، ولی اگر حالا نگاه کنید ببینید هر کسی خانوادهش یه جوریه دیگه، من با مامان بابام میشینم این فیلمو نگاه کنم، ولی خب توصیه نمیکنم که همینجوری اولین بار بذارید با خانواده نگاه کنید و مخصوصا نذارید بچه کوچیک این فیلم ها رو نگاه کنه، زیر 18 سال، زیر 13 سال نباشه توی جمع خانوادگی، چون واقعا یه فیلم به شدت دارک اجتماعیه و یه سری نکات و یه سری حرفا و یه سری صداهات داره که بچه های زیر 13 سال ندونن و جلوی خانواده نبینن بهتره. نظر شخصی خودم، با کمال احترام آقای درمیشیان عزیز، من خودم این فیلم رو دیدم، خیلی دوست داشتم، خیلی هم خفن بود، خیلی هم نکات اجتماعی واقعا خوبی داشت، یعنی واقعا خیلی دیده خفن، ایده خفن، کار درست حسابی بود که آقای درمیشیان انجام داد، واقعا دمش گرم.
این چیزای اجتماعی رو گفتن، این دردها رو ایده پردازی کردن، نوشتن و ساختن خیلی سخته و وقتی یه نفر میاد این کار میکنه یعنی واقعا خیلی هنرمنده. این فیلم به طور رسمی 1,700,000,000 تومان فروخته و سال 98 ساخته شده. شماره 5، دیدن این فیلم جرم است. الو امیر کجایی؟ برم میام امیر. هیچ اقدامی نمی کنید تا وقتی من علامت بدن. قرار بود بره واسه مراحل قانونی. عاشق تشریف بیارین. از قرمت بیشتر استفاده کنید. جمع. ببین اسمش اصلا روشه، دیدن این فیلم جرم است. این فیلم یکی از خفن ترین فیلم های سینمای ایران از نظر من. واقعا خیلی فیلمه خفنیه. خیلی ها این فیلم رو شبیه به فیلم آژانس شیشه‌ای میدونن. من فیلم آژانس شیشه‌ای رو ندیدم متاسفانه، اینم میخوام برم ببینم، ندیدم. یکی از معدود فیلم هایی که یک نهاد انقلابی بودجه این فیلم رو داده و توی این فیلم چند تا ارگان رسمی امنیتی و نظامی و دولتی روی هم اسلحه میکشن. خبر اینجا بکردید مملکت مسخره شماست که غلطی رو سرید بکنید. امین به خدا برات گرون تموم میشه. امین یه مرد مزاحم هم شده رهانیم کرده. شافته ای که اولش باج ناموسیه فای به بعدش به حضرت عباس و تهش باشم. اینا بسیجی و داستان یک جوون بسیجیه که مهدی زمین پرداز نقش اصلی این فیلم رو بازی میکنه. یه جوون بسیجیه که یه تبعه خارجی حالا زنش رو توی خیابون مورد ضرب و شتم قرار میده و بقیه داستان شروع میشه. باشن اصلایی کشیدن اونم توی شرایط پای انگلیس وسطه کشته بود کشته شد. میسلامتی تو خودت سجا امین چیکار ما صرفا فکر تامین منافع کشوریم. بلاغه بالایی که میگن توی همون بالایی نامه هست قانون برای من قانونه. امیر آقایی توی این فیلم بازی کرده، مهدی پاکدل توی این فیلم بازی کرده، میگم مهدی پاکدل بخشه حسین پاکدل توی این فیلم بازی کرده، مهدی زمین پرداز بازی کرده. خیلی فیلم هیجانی، خیلی فیلم بزن بزن و خیلی اصلا میگم توی این 10 تا فیلم به نظر من اوله. از نظر من خیلی میتونه سرگرم کنه، خیلی خفنه، خیلی صحنه‌های باحالی داره. یکی از بازیگرای زنش هم لیندا کیانی بوده، جایزه هم برده. من خودم شخصا این فیلمو کنم نزدیک 7 بار دیدمش با رسای مختلف و حالا جای مختلف و اینا. پیشنهاد میکنم حتما ببینش، واقعا فیلم خفنیه. دیدن این فیلم جرم است، اسم فیلمه، یعنی اول فیلم باز بشه دیدن این فیلم جرم. خیلی خفنه، حتما ببینید.